به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند سنجاقک رنگ رنگ، خداوند پرواره های قشنگ. خداوند سنجاقک رنگ رنگ، خداوند پرواره های قشنگ، خدایی که آب و هوا آفرید، درخت و گل و سبزه را آفرید، خدایی که از بوی گل بهتر است، صمیمی تر از خنده مادر است. خدایا به ما مهربانی بده، دلی ساده و آسمانی بده، دلی صاف و بیکینه مانند آب، دلی روشن و گرم چون آفتاب. سلام عرض میکنم خدمت تمامی ایرانیان مقیم خارج از کشور. کودکان ایرانی که خارج از ایران زندگی میکنن طراحی شده برای آموزش مهارت خواندن و نوشتن زبان فارسی. خب از اینجا بخون. محسن برادر احسان است. بله. احسان محسن را دوست دارد. بله. حامد برادر احمد است. بله. حامد احمد را دوست دارد. در این کتاب ها از آموزش حروف به حروف زبان فارسی پرهیز شده و در عوض از روش مدرن و به روز آموزش تصویری کلمات بهره گرفته شده. در آموزش تصویری کلمات یک کلمه نوشته شده و در مقابل دانش آموز قرار داده میشه و اون کلمه رو برای دانش آموز ما میخونیم و در کنار اون کلمه عکس اون کلمه رو هم قرار میدیم، مثلا کلمه خانه در کنارش عکس خانه رو هم قرار میدیم، یا مادر عکس مادر هم قرار میدیم. بچه کل اون کلمه رو اسکن میکنه و حفظ میکنه، به خاطر میسپاره و دیگه میتونه بخونه و به مرور زمان هم میتونه حروف رو جداگونه تشخیص بده و بخونه، به خاطر اینکه در هر کلمه اون حرفی رو که میخوایم آموزش بدیم رو به یک رنگ دیگه‌ای قرار میدیم. مثلا اگه آموزش حرف الف هست در کلمه مادر، آ قرمز شده و بچه ها اون کلمه مادر رو میتونن بخونن، یعنی حفظ میکنن، و حرف آ رو هم که قرمز شده میتونن تشخیص بدن. توت، تاب، تور، تبر، روستا، دست، تار، کتاب، سوت، ماموت، چوب، تارا و سارا دو دوست بودن. تارا و سارا دست در دست دارند، سارا توپ در دست دارند. در درس بعدی، در کتاب بعدی،
مثلا حرف د اگر آموزش میده حرف د قرمز شده، بقیهش مشکی است. بچه ها همچنان کلمه مادر رو میتونن بخونن و حرف د رو تشخیص میدن و به این ترتیب کلمه مادر چهار حرف فارسی رو آموزش میده. در 32 کتاب آموزشی سلام ایران در هر کتاب یک حرف آموزش داده شده. انتخاب حروف هم به این ترتیب، توانی انتخاب حروف هم به این ترتیب بوده که هر حرفی که اضافه میشه و آموزش داده میشه بیشترین تعداد کلمات رو ما میتونیم به بچه آموزش بدهیم. علاوه بر همه اینها در هر کتاب یک آموزش تکمیلی هم قرار داده شده، چیزهایی مثل روزهای هفته، شنبه یک شنبه دوشنبه، ماههای سال، فروردین اردیبهشت مرداد، فصلهای سال، بهار تابستان زمستان و رنگها، احساسات، مزه‌ها، جهتهای جغرافیایی، کشورهای جهان و خیلی چیزهای دیگه. 32 برنامه آموزشی تکمیلی در این کتاب‌ها قرار داده شده که در هر کتاب روی یک کدوم از اینا تمرکز شده. البته این آموزشی تکمیلی با محتوای کتاب با هم دیگه ارتباط مستقیم دارن. شخصیت‌های داستان‌ها با هم دیگه ارتباط منطقی دارن. داستان‌ها و روایت داستانی با هم دیگه ارتباط سریال‌وار دارن و بچه‌ها با دنبال کردن این داستان‌ها بدون اینکه خودشون متوجه بشن حروف و کلمات هم یاد می‌گیرن. خب در کتاب آخر یک داستان نسبتاً کاملی رو دیگه میتونه بچه بخونه. البته از کتاب 16 به بعد داستان ها کاملا کامل هستن و جذاب هستن، همراه با عکس های رنگی زیبا که مورد تایید دانش آموزا تا اینجا بوده. ما تجربه خیلی خوبی رو داشتیم در دو سال گذشته در آموزش و بچه ها خیلی استقبال کردند، خوب یاد گرفتند. فیلم هایی رو که در حین آموزش از بچه ها تهیه کردیم و فیلم هایی رو که پدر مادرها در منزل از بچه ها تهیه کردن رو روی یوتیوب قرار داده شده میتونید ببینید و البته در وبسایت خود سلام ایران هم هست. خب عرض ادب و احترام مجدد دارم خدمت تمامی بزرگواران، معلمای عزیز و معلمان. یک توضیح کوچیکی در مورد چرا و چگونگی کتاب های سلام ایران میخوام بدم خدمتتون و اینکه چطور بچه ها با آموزش تصویری میتونن کلمات رو بخونن و حروف رو یاد بگیرن. ببینید اونجوری که ما توی ایران سابق بر این فارسی رو یاد میگرفتیم که همون روال هم همچنان ادامه داره توی مدرسه آموزش پرورش ایران، این که وقتی مثلا حرف اول الف رو یاد میگن که روش کلمه آموزش نمیدن، ولی ما توی این سری کتاب ها یه رو جون گسترده از کلمات رو آموزش میدیم. مثلا کلمه بادوله هم میگیم، خب بچه ها که به دال و کاف رو نخوندن چجوری میتونن؟ خب ما شکل بادبادک رو قرار میگیم و میگیم بادبادک. بچه ها میفهمن بادبادک چیه. بچه هایی که خارج از ایران زندگی میکنن بادبادک روز من نمیدونن چیه، پس ما این کلمه بهش آموزش دادیم. حالا خوندن رو هم میخوام یاد بدیم، میگیم این کلمه اینجوری نوشته میشه بادبادک. حرف آ رو هم قرمز میکنیم، پس حرف آ رو آموزش دادیم، کلمه بادبادک هم یاد گرفتیم. کتاب بعدی که به رو آموزش میدیم همون شکل همون کلمه دوباره تکرار میشه بین یک آرام کلمه دیگه و این بار حرف ب قرمز شده. بچه ها هم دارن یاد میگیرن. همین جور این روند ادامه پیدا میکنه در کتاب سوم. باز هم کلمه بادبادر همون شکلی که در کتاب اول و دوم بود، چون حرف د رو میخوام آموزش بدیم، کلمه بادبادر میاد. حرف د هر دو بارش هم قرمز میشه به این شکل بادبادر. همون شکل همون کلمه منتها حرف دالش قرمز شد. این روند به همین شکل ادامه پیدا میکنه جایی که حرف کاف داره در کتاب 15 آموزش شده باشه. باز هم همون کلمه رو ما داریم، همون شکل، همون کلمه، همون شمایل بادبادک رو بچه میبینه و میدونه این بادبادک، منتها این دفعه حرف کاف رو قرمز میبینه. هم حرف کاف رو بهش یاد دادیم، کلمه بادبادک هم یاد گرفتیم که چیست و نوشتن بادبادک رو هم یاد گرفت و میتونه بخونه. به همین ترتیب ما دایره لغات بچه ها رو افزایش میدیم و بدون اینکه بهشون بگیم این حروف رو یاد بگیر و با هم دیگه اینا رو بس کن و بخون، بچه ها میتونن بخونن. اون زمانی که ماها اول ابتدایی بودیم و قرار بود که همچین متن رو بخونیم، مثلا کتاب بابک در مورد کردستان بود، ما اینطوری میخوندیم کتاب با 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 با
یعنی حرف به حرف رو میخوندیم به کلمات تشکیل دیم. ولی بچه هایی که به این روش یاد میگیرن کلمه کتاب میبینن میگن کتاب کتابه، کلمه بابک میبینن میگن بابک، کتاب بابک در مورد کردستان بود. همینطوری میخونن به همین رمونی و به همین سلیسی. اگر که فکر میکنیم دوری جواب نمیده، فیلم هایی که این آموزش از بچه های تهیه شده و پدر مادرها در منظر از بچه هاشون فیلم گرفتن برای ما فرستادن توی وبسایت و یوتیوب قرار دادیم، میتونید ببینید که ببینید روند پیشرفت به چه شکلی. این روش در دو سال گذشته جواب خوبی گرفته، بچه ها مشتاق شدن به زبان فارسی، علاقمند شدن و بیشتر این کتاب ها رو مثلا که در هر کتاب یک داستان گفته میشه علاقمند هستن داستان ها رو بدونن که چه اتفاقی میفته و دنبال میکنن و ناخودآگاه حروف رو هم یاد میگیرن و فارسی رو دیگه میتونن بخونن. علاوه بر همه اینا، علاوه بر آموزش تکمیلی که تو هر کتاب قرار داده شده، من سعی کردم شعرهایی رو بگم که بچه ها دوست داشته باشن و نام شخص اون دانش آموز داخل اون شعرها آورده بشه. وقت بچه ها به جای اینکه شعرهایی که بعضا بیسرطر هستن توی اینا بچه ها یاد میگیرن، شعرهایی که اسم خودشون هم هست داخلش میرن حفظ میکنن و این زبان و این دهان عادت میکنن به فارسی گفتن و شعر رو با ریز میکنن. اینطوری با شعر و عدد فارسی هم بیشتر آشنا میشن و البته هدف این بوده که اشتیاق رو در این بچه ها ما زیاد. این مجموعه کتاب ها در وبسایت سرابیلاب هست، به صورت جداگانه در سی دی جی میتونید تهیه بکنید و مجلد هشتایی در چهار جلد هر جلد هشت کتاب قرار داده شده و چهار جلد از سایت آمازون هم میتونید تهیه کنید. امیدوارم که فرهنگ غنی و کهن فارسی رو برای فرزندانمون به شایستگی به میراث